در جریان اعتراضات هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در شهر راولپندی درگیری‌های میان معترضان و پلیس رخ داد که منجر به زخمی شدن ده‌ها نفر و بازداشت تعدادی از افراد شد. این اعتراضات با هدف درخواست آزادی فوری عمران خان از زندان برگزار شد و با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه گردید. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. ده‌ها نفر از هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در جریان درگیری با پلیس در شهر راولپندی واقع در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت این کشور، مجروح شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که کارگران و هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان PTI در اعتراض به بازداشت رهبر خود تجمع کردند و خواستار آزادی فوری وی شدند. حزب تحریک انصاف اسلام آباد اعلام کرد که این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما پلیس با استفاده از زور و گاز اشکاور سعی در متفرق کردن معترضان داشت. در نتیجه ده‌ها نفر از هواداران بازداشت و بسیاری دیگر نیز مجروح شدند. معترضان با سر دادن شعارهایی همچون عمران خان زنده باد و انتخابات تقلبی غیر قابل قبول است، خواستار آزادی او شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که برخی از معترضان خشمگین به سمت نیروهای پلیس ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند و پلیس نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشکاور استفاده می‌کند. این درگیری‌ها پیش از رسیدن وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا که برای شرکت در تجمع اعتراضی رهسپار بود شدت گرفت. دولت محلی پنجاب حزب تحریک انصاف را متهم به تلاش برای بی‌ثبات کردن نظم و قانون در شهر کرد. عمران خان هم که همکنون در زندان راولپندی به سر می‌برد، با پرونده‌های متعددی از جمله فساد و تروریسم مواجه است و وی تمامی این اتهامات را رد کرده است. این حزب پیش از این نیز دو راهپیمایی بزرگ در اسلام آباد و لاهور برای آزادی فوری رهبر خود برگزار کرده بود. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای مطهری سلام، با توجه به درگیری‌های اخیر و زخمی شدن هواداران عمران خان، چه اقداماتی برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در اعتراضات آینده پیشنهاد می‌دهید و آیا پیش‌بینی می‌کنید که این اعتراضات منجر به تغییرات اساسی در وضعیت سیاسی پاکستان خواهد شد؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام بینندگانی که ما و شما را تماشا میکنم. من سلام تقدیم میکنم. هواداران عمران خان روز گذشته به دعوت حزب تحریک انصاف پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان از جمله لاهور و اسلام آباد اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کردند. قسمی که شما عرض کردین، معترضین با شعارهای زنده باد عمران خان و انتخابات تقلبی به میدان آمدن. این اعتراضات زمان شروع شد که دولت پاکستان میخواهد در قانون اساسی کشور یک اصلاحات را ایجاد بکنه که در او اصلاحات حزب تحریک انصاف پاکستان ممنوع و غیر قابلی که برنامه اجرا بکنه اعلام میشه. وقتی موضوع به اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان رسیدن، اونا به جاده ها آمدن و اعتراض کردن و تظاهرات کردن و هم اکنون عمران خان در زندان راولپندی زندانی هست. قسمی که شما عرض کردین، عمران خان تمام اتهامات دولت پاکستان رد میکنه، اما دولت پاکستان در این روزا تلاش داره که عمران خان به کمک ارتش پاکستان و نیروی نظامی پاکستان دادگاه و مجازات بکنه. و موضوع بعدی، حملات و ناامنی‌های اخیری که در پاکستان به اتفاق افتاد، این موضوعات باعث میشه که احتمال داره که نیروها و حامی‌های عمران خان بار دیگه به جاده ها بیایه، بار دیگه اعتراض بکنه. و از طرف دیگر حملات گروه تحریک طالبان پاکستان هم شدت گرفته. اگر وضعیت به همین منوال در پاکستان ادامه پیدا بکنه، ما شاهدی سقوط حکومتداری شهباز شریف در پاکستان خواهیم بود. چرا؟ چون در ماهای گذشته
هم حملات تحریک طالبان پاکستان بر دولت پاکستان شدت گرفته و از طرف دیگر مخالفین حکومت شهباز شریف هم به جاده ها می آید و در رسانه و در مخالفت با دولت پاکستان صحبت می کنه و از طرف دیگر نامنه های اخیری که در مرز با افغانستان صورت گرفتن، ما در ماه گذشته حدوداً شاید ده ها درگیری در مرز با بین پاکستان و افغانستان بودیم که دولت پاکستان امروز از حضور طالبان در افغانستان هم حراس داره و از حضور طالبان پاکستان در خود خاک افغانستان هم حراس داره و از طرف دیگر نیروها و حامی های حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هم تلاش میکنه که ناامنی را در پاکستان شدت بدهد. اگر دولت نو اکنون پاکستان با حزب تحریک انصاف پاکستان این موضوع از راه صلح و مذاکره حل نکنه، ما در زودترین فرصت شاید خواهیم بودیم که هم نیروهای پاکستان در برابر اعضای حزب تحریک انصاف حملات داشته باشه و همچنان نیروهای و حامی های حزب تحریک انصاف هم در جاده ها حضور پیدا بکنند. ممنونم. با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.